ترول از جابر انصاری در سمت راست، حالا یه موقعیت خوب، فرصت برای بازیکنان سایپا در یه موقعیتی که میتونن بهتر از اینها استفاده بکنن و بهتر از این هم نمیشد استفاده بکنن. غافلگیر میشه خط دفاعی استیلازین در پنجمین دقیقه بازی، گلی که درون دروازه تیم فوتبال استیلازین قرار میگیره، آفساید گیری ناصحیح و این موقعیت بسیار خوب که اجازه میده به تیم فوتبال سایپا که توسط عباس صادقی یه ارسال خوب برای انصاری فرد داخل محوطه جریمه، خطرناک خواهد بود برای سایپا. ببینیم چه خواهد کرد تو این صحنه و حالا موقعیت برای سایپا، تو میره توی دروازه یا نه؟ داور نقطه میانی رو نشان میده و گل برای سایپا. باز هم عباس محمد رضایی است که اقدام به گلزنی میکنه. تمام تلاش نجات‌جو نتیجه بخش نشد و سایپا به گل دوم رسید. از روی حرکت بسیار خوب که از سمت چپ کریم انصاری فر آغاز کرد و در نهایت به گل رسید. صحنه آستر هم قطعا مشاهده خواهید فرمود. نگاه کنید تو این صحنه ارسال، ضربه سر چکشی و توپی که نشاط جون که دیدیم محمد مایلی کند و در نیمه دوم هم باز با یک غافلگیری موفق شدن گل دوم رو توسط بازیکن ریزنقش اما تندوزی خودشون بزنن. به نظر میرسید خطای هند در حالی که کمک داور به وسط زمین حرکت میکنه و حالا متوقف هم میشه. ببینیم چه میشه تو این صحنه. داور گل گرفته. بازیکنان استیلازین به سمت کمک داور نزدیک میشن. به نظر میرسه داور دید بیشتری داشت تو اون صحنه تا کمک داور این بازی و بعید است که نگاه کنین تو این صحنه. به نظر میرسید با دست چپ توپ رو هدایت کرد کریم انصاری فرد و گل سوم رو هم به ثمر رسوند. یه بار دیگه این صحنه رو با هم دیگه ببینین. با بازوی چپ خودش توپ رو هدایت کرد و به نظر میرسه داور شده هر یک از بازیکنانی مثل علی کریمی و مهدی مهدوی کیا میتونه سوند رو بر صورت بهتر بکنه برای این تیم. فرصت برای استیلازین، برگشت توپ، اعلام پنالتی برای تیم فوتبال استیلازین. اعتقاد دارن که داور قصد جبران داشته برای استیلازین. سیاوش اکبرپور و وحید شیخ ویسی. حتی اگر توپ گل بشه باز استیلازین دو گل فاصله داره و توپی که درون دروازه قرار میگیره. برای تیم فوتبال استیلازین فاصله تنها قدری کمتر میشه. در 69 دقیقه بازی 3-1 میشه. میبینید ضربه پنالتی سیاوش اکبر، البته باید به شدت هم نگران ضد حمله های تیم فوتبال سایپا باشه. سیاوش اکبرپور توپ لو میره، یه حرکت خشن و حالا فرصت برای کریم انصاری فرد و توپی که توی دروازه قرار میگیره. کریم انصاری فر گل چهارم رو هم میزنه تا اختلاف 3 گله این تیم همچنان حفظ بشه. مشخص بود سایپا روی ضد حملات میتونه خطرساز باشه و این اتفاق هم افتاد. عرض کردم باید مراقب ضد حملات تیم فوتبال سایپا باشن. تو این صحنه عشوریزا تکل ناقص او کریم انصاری بود و کار رو تمام میکنه. کار تمام میشه برای سایپا با گل چهارم. البته یه ارسال خوب برای انصاری فرد، یه موقعیت مجدد برای سایپا، تعویض منطقه بازی به سمت چپ. خوب دیگه دارن تو زمین جولان میدن بازیکنان سایپا. یه موقعیت دیگه، فرصت برای سایپا و تو میگه به کجا برخورد کنه و حالا گل پنجم. و حالا گل پنجم برای تیم فوتبال سایپا.
و سه گله میکنه خودش رو. عباس محمد رضایی توپی که به محل تلاقی دو تیر برخورد کرد با ضربه چکشی عباس محمد رضایی تبدیل به گل سوم او و گل پنجم سایپا میشه. سایپا 5 استیلازین 1. در 36th دقیقه بازی در نیمه دوم 80 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم، 81 دقیقه و